13 اردیبهشت روز جهانی آزادی رسانه هاست. قرار است تا ساعتی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سخنانی درباره اهمیت آزادی رسانه ها ایراد کند. اما در تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه ها در سال 2022 که امروز منتشر شده، ایران پیش از اریتره و کره شمالی در ته جدول 180 کشوری قرار گرفته که آزادی رسانه در آن به محک زده شده است. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم سیامک دهخانپور اینجا در استودیو با ماست که ویژه برنامه هم سیامک به مناسبت آزادی رسانه‌ها فراهم کردی که ساعت 8 امشب پخش خواهد شد. توصیه می‌کنم بینندگانمون حتما این ویژه برنامه رو ببینن. درود بر تو. درباره اهمیت روز جهانی آزادی رسانه برای ما بگو. ممنون آریا جان. همونطور که میدونی سال 1993 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به توصیه یونسکو این روز جهانی آزادی مطبوعات رو در واقع بنا گذاشته و موضوع محوری امسال هم بحث روزنامه‌نگاری در محاصره دیجیتال یا تحت تهاجم دیجیتالی است که در کنفرانس جهانی بین 2 تا 5 می به این موضوع خواهند پرداخت. ولی 3-4 کار در این روز به طور عمده انجام میشه. یکی اینکه به حکومت‌ها یادآوری میشه که به آزادی مطبوعات احترام بگذارن، ارزیابی صورت میگیره از سطح آزادی مطبوعات در سطح جهان، بحث دفاع از استقلال رسانه است از موضوعهایی که در این روز روش تاکید خواهد شد و یکی احترام به روزنامه‌نگاران جان باخته که تعدادشون هم کم نیستش متاسفانه در این روزها و در این سالها. و جایگاه ایران با 4 پله سقوط بالاتر از اریتره و کره شمالی. بله، وضعیت ایران در این سالهای گذشته هم تو خودت میدونی رو به نزول بوده. یعنی در گزارش 2020 گزارشگران بدون مرز ایران رتبهش 173 بود، در 2021 شد 174، الان شده 178 و این روند نزولی به پایان جدول همچنان ادامه داره. جالبه که رتبه ایالات متحده در گزارش سال قبل 44 بود، امسال شده 42. بعضی کشورها روند صعودی دارن، بعضی کشورها روند نزولی دارن و روسیه که در سال گذشته جایگاه 152 الان شده 155 به خاطر محدودیتایی که برای آزادی رسانه ها ایجاد کردن. فقط نکته رو من بگم برای اینکه ما تو برنامه اسامی تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران رو عنوان کردیم و با جزئیات 4 نفرشون رو من تاکید میکنم: مصطفی عبدی، کسرا نوری، محمد شریف مقدم و عباس دهخان. اینها کسانی که سایت مجذوبان نور داشتن 26 سال 12 سال و 11 سال، آقای دهخان 11 سال. یعنی جمع این افراد رو به اضافه بسیاری دیگر مثل آرش شوهرشهر، نوید سید محمدی، خسرو صادقی بروجنی، نصرالله لشنی، امیر عباس آذرمرد، عالی مطلب‌زاده و بسیاری دیگری که فرصت نیست اسامیشون رو ببریم، در حدود بیش از 100 سال آریان اینها احکام زندانشون هستش روزنامه‌نگاران در ایران هستن. 100 سال زندان برای روزنامه‌نگاران. سپاسگزارم. سیامک دهخانپور اینجا در استودیو با ما. ممنون هستم.